روی سنگ در هر شرایطی به این صورت که کوئل ثابت باشه یا لایه های خاک متفاوت بذارید. بیاید حتی طلا رو از جلوش عبور بدید کار درستی نیست. چون اولا این دستگاه ها نمیتونه پالسی وی ال اف تی آر بی اف او آی بی تو عمق زیاد طلا رو بگیره. تو عمق کم هم که تستش میکنن کوئل رو ثابت میذارن، طلا رو از جلوش عبور میدن. خب اینجا بالانس شده با این زمین و این زمین یک گسته. در نتیجه فشار مغناطیسی که داره اون کوئل یا لوب میاره به اطراف خودش ثابته، حتی به اون سنگ ها، و فلز یا طلا رو از جلوش عبور میدن. این نشانه قدرت عمق یا گرفتن عمقش برای طلا نیست. این روش تست اشتباهه و عمدتا کمپانی های اصلی این کار رو نمی کنن. میان فروشنده هایی که میخوان بفروشن این رو تست داره انجام میدن. اینم منطقی نیست. تمام اونایی که از نظر علمی کار میکنن میدونن که این روش اشتباهه و روش اصلی روش حرکتیه با کوئل، اونم تو زمین هایی که لایه ها به صورت افقی تیکه تیکه تغییر کنه یا عمودی تغییر پیدا کنه. اینا نمیتونن طلا رو در عمق بگیرن، حتی اگه خاکی گس باشه و سنگ سر راش نباشه. به چه دلیل نمیتونن بگیرن؟ خب طلا که خوش مغناطیس نداره، تحت فشار جریان مغناطیسی در عمق کم امکان داره قرار بگیره، اونم تحت فشاری که بیاد بالانس دستگاه رو به هم بزنه، در اصل بالانسش به هم میخوره، یا شرایط اون فرکانس ثابتی که همیشه تو سر این کوئلاس به هم میخوره که از تفاوت فاز رو پدید میاره. ولی چون طلا تغییر جریان ایجاد نمیکنه تو فاصله زیاد پاسخ نمیده. الان هم میبینید داره با یه قوطی نوشابه تو عمق بالاتر تا زونم با کوئل ثابت تست میکنه. حتی اگه اینجا شما خاکتون تغییر هم بکنه، وضعیت تغییرات در خاک هم پدید بیاد، شما نمیتونی بگی که این تست درسته. این نوع تست هایی که میبینید روی حالت ثابت انجام میشه اشتباهه. و اگه بیاید حتی توی یه صخره تست بکنید که یه دست باشه، لایه های دست باشه، این دستگاه رو اونجا بالانس کنید، حرکت بدید، طلا رو تو عمق نمیتونه بگیره. واسه همینه با مس و برنج و استیل و امثال این چیزا تستش میکنه. در اصل این نوع تست ها اشتباهه و اصلا این نوع سیستما نمیتونن طلا رو در عمق زیاد بگیرن، حتی یه متری. هر کی هم ادعا بکنه دروغ گفته، و خود کمپانی های اصلی هم که اینا رو میسازن چنین ادعایی رو نکردن تو سایت ها یا فضای مجازی یا اطلاعاتی که میدن.